همسال از 26 عقرب که برابر با 17 نوامبر است از روز جهانی دانش آموز، در مکاتب سرتاسر جهان و به خصوص در افغانستان به گونه های مختلف تجلیل به عمل می آید. این روز به یاد بود تمامی دانش آموزانی که در جنگ جهانی دوم جانهایشان را از دست دادند نامگذاری گردیده است. روز جهانی دانش آموز مطابق فیصله سازمان های جهانی 17 نوامبر هست که دلیلش اکتیداد از دانش آموزان که در جنگ جهانی دوم اینا کشته شده بودن، برای به پاس ارج گذاری به مقام این دانش آموزا این روز مصادف شده به روز دانش آموزان. و جا داره از دریچه برنامه شما به تمام دانش آموزان در سطح جهان و خاصا دانش آموزان کشور عزیز ما افغانستان این روز تبریک بگویم و نیابتاً هم به دانش آموزای خود ما هم تبریک میگیم. انشاءالله که هر روز زندگیشان پر از خوشی و سعادت باشه. روز جهانی دانش آموز یکی از مهمترین روزها در جامعه امروزی ما میباشه که روز به دلیل به وجود آمدن این روز به خاطر است که زمانی که جنگ جهانی دوم صورت گرفت دانش آموزای بسیار زیادی کشته شدن و باعث شد تمام کشورها امو سرمایه‌ای که دارن توسط دانش آموزا میتونن امو پیشرفتایی را که داشته باشن از دست بدن، به می خاطر امی روز مسمی شد. بشر امروزه توانسته است به طور سرسام‌آوری به علوم و فناوری‌های بیشماری دست یابد و این سیر پرسرعت اکتشافات و دستیابی به تکنولوژی‌های مدرن همه مرهون تلاش‌ها و زحمات دانش آموزان و آموزگارانی است که تلاش کردند تا جهان را مکانی بهتر برای زیست بشر بسازند. در واقع دانش آموزان آینده سازان هر جامعه هستند و از اهمیت والایی برخوردارند. بیشتر کشورهای متمدن از نوجوان و جوانان استفاده میکنند به خاطر پیشرفت کشور خود و همین قسم هم در کشور ما و شما همین دانش آموزان هستند که آینده کشور را میسازه و آینده خود می سازه و به حیث یک انسان متمدن در آینده برای کشور خود ایفای وظیفه میکنه. دانش آموزان یا متعلمین عصر کنونی اینا در کل اگر ما نظر سنجی بکنیم یا داشت فکر بکنیم، متعلمین یا دانش آموزان که اصلا اساس و تهداب یا تضمین کننده آینده هستند، نسل آینده هستند که ما بتانیم اینا سر اینا سرمایه گذاری بکنیم از لحاظ حق و حقوقی که بالای دولت داره، بالای خانواده داره، بالای جامعه داره، اینا را از هر لحاظش تأمین بسازیم تا اینایی که زمینه تعلیم و آموزش و فرا گرفتن علم و دانش و ارتقای ظرفیت سطح سواد اینا بالا برود تا اینکه در آینده ای که اینا بزرگ میشوند یا در حد کمال میرسن بتانن اما کشور، ادارات و خانواده و امورات خود را اداره بکنن. دانش آموزان مهمترین سرمایه یک جامعه هستن و مخصوصا که یک محور اصلی یادگیری هستن. وقتی که در جامعه کنونی یا در اصل اطلاعات در فضای مجازی که ببینیم یعنی رشد و پرورش یک جامعه در دست همه دانش آموزان هستند و مو دلیل هست که تمام امی جهان که امی فوکسش سر همه دانش آموز هستند که تا بتونن که سر از اون کار بکنن تا بتونن در آینده یک جامعه قوی داشته باشیم. اینجا دو موضوع مطرح میشه. ما یک موضوعات ملی داریم، یک موضوعات فراملی داریم. موضوعات ملی موضوعات کوچکی که در بین ما هست، موضوعات فراملی موضوعات عمومی کشوری به وجود میاد. موضوعات ملی که یک دانش آموز حق دارن که درس بیاموزن، زحمت بکنن، تلاش بکنن در سطح مکتب، در سطح دانشگاه، در سطح یک کشور تلاش بکنن. وقتی که ملی خود یاد گرفت زمینه برای اینا مساعد بود که درس بخونن، زمینه برای اینا مساعد بود که اینا تشویق شون، زمینه برای اینا مساعد بود که اینا آموزش دقیق ببینن و آموزش بسیار منظمی که فراهم شده دولت برای اینا فراهم کرده ببینن. در صورتی که دولت اگر وظیفه ملی را برای اینا درست انجام نده با یک بحران خواهد رفت. قسمی که امروز ما و شما شاهدی هستیم که اگر دانش آموزای ما به شکل علمی، به شکل تحقیقی درس
بخونه واقعا رشد میکنه. قبلا ما یک سفر داشتیم به کشور پاکستان، زمانی که دانش آموزای پاکستان ما دیدیم اونا به شکل عملی و به شکل نظری همزمان کار میکردن. اگر در افغانستان هم به شکل عملیش زیادتر هم توجه شوه، نظریش که خیلی عالیه، نظری عملی توجه شوه، این باعث رشد هم دانش آموز میشه، باعث توانایی هم دانش آموز میشه. و برمیگردیم با این بخش ملی این شاگرد وقتی که ما سر سرمایه گذاری کنیم، فردا روز اینا هم به عنوان نماینده، به عنوان مسئول، به عنوان یک شخص مؤثر در جامعه تعیین میشه. وقتی شخص مؤثر تعیین شد و این جامعه را نقش میزنه، جامعه را چه میکنه؟ کنترل میکنه. اگر این ملی را ما درست کار نکنیم، پس فراملی ما از بین رفته است. قسمی که در برنامه‌های قبلی برنامه‌های فراملی در نظر گرفته نشد، برنامه‌های ملی که اصل بنیان بود در نظر گرفته نشد، که ما امروز هم از لحاظ علمی خیلی پس مانده ایم. شما اینو خوب متوجه باشین که امروز در آمریکا، در اروپا، در استرالیا، در تمام کشورهای دنیا دانش آموزان زحمت کشتن، تلاش کردن، به سطح علمی دانشمند رسیدن. میره در کره مهتاب پایین میشن، از مهتاب عکس برداری میکنن، کره مهتاب میبینن که آیا جای زندگی هست نیست. پس مایی که در افغانستان زندگی کردیم، آیا از اونا چی کمبودی داریم؟ در صورتی که همه چیز اونا هم دارن، ما هم داریم. فرق به نظر من این است که در افغانستان باید وظیفه ملی و فراملی در نظر گرفته شود، و خصوصا در اوایل وظیفه ملی در نظر گرفته شود، که این وظیفه ملی میتونه که بر آینده ما در فراملی یک همکاری جدی داشته باشند. دلیل ای که دانش آموزان در جامعه امروزی ما از اهمیت زیاد برخوردار است است که دانش آموزان مسئول انتقال تمام اطلاعات هستند برای جوانان و نوجوانان، و اساس جامعه ما را چی میکنه؟ دانش آموزا در بر گرفته، به خاطر ای که یک جامعه، یک کشور، یک دنیا، یک قاره، تمام اینا دلیل پیشرفتش همین دانش آموزایی هستن که روز به روز چی میشن؟ بزرگ میشن و در جامعه ما پیشرفت میکنن. ما هرگاه یک جامعه را اگر بخوایم حیاتش را تداوم بتیم، قطعا ما به نسل توانمند و نسل با انرژی هست نیاز داریم، و این نسل همو دانش آموزانی است که در محدوده زمانی تبدیل میشه به رهبران جامعه، تبدیل میشه به مدیران جامعه، که اینا حقیقتا آینده یک جامعه را اینا تضمین میکنه. آنچه که اینا میآموزن در نهادهای تعلیمی، حقیقتا اینا اونمو آموخته های خود برای بازسازی جامعه، برای بازسازی و هدایت نسل های آینده هست، که اینا جامعه را به سوی پیشرفت و ترقی سوق میدن. پس قطعا نسلی که آینده یک کشور و نسلی که آینده یک مجموعه از انسانها را تضمین بکنه، قطعا اهمیت داره که از اینا حمایت شود، از اینا مثلا حفاظت شود، برای اینا فضا مساعد شود تا اینا بتانن و بهترین وجه مشغول آموزش باشن. کشورهای متعدد جهان هر کدام دارای سیستم آموزشی خاص خود هستند، و طبعا کشوری که به دانش آموز و سیستم آموزشی خود ارج و بها قائل شود، قطعا حرف اول را در جهان اکتشافات و علوم در شرایط کنونی خواهد زد. اما کشورهایی نیز هستند که در این روند کندتر کار کردند و بنیانهای آموزشی در آنها ضعیف و ناهمگون رشد کرده است، و این مشکلات عدیده‌ای را در قبال داشته است و دانش آموزان دچار مشکلات زیادی هستند. واقعا اگر ما همین تاریخ معاصر افغانستان رو ببینیم، متاسفانه در این زمینه در عرصه معارف بسیار کم توجه شده، و اگر توجهی هم شده بسیار به گونه مقطعی بوده. حقیقتا همین گونه هست. معلمان در حقیقت رهبران جامعه رو میسازن، مدیران جامعه رو میسازن، و کسانی که مدیر ساز هستند، کسانی که رهبر ساز جامعه هستند، یا به گونه ای تو بگیم که معلم معمار انسانیت هست، باید اینا از لحاظ روانی و ذهنی آرام باشند. چگونه؟ زمانی که دولت از اونا به عنوان یک شخصیت های تاثیرگذار، یک انسان هایی که اینا میتونه کلید پیشرفت کشور رقم بزنه، باید به اینا توجه ویژه داشته باشن. حقیقتا متاسفانه در این زمینه هیچ گونه توجهی که واقعا رضایت اساتید ما داشته باشیم در این زمینه نداشت. چون شاید را بر بگرده به امو مورال و برنامه‌ای که دولت ها دارن و نظام حکومتی، اما بهتر است که در این زمینه توجه ویژه شود، چنانچه کشورهایی که در این زمینه پیش قدم هستن از ما و اینا فهمیدن که مشکل اساسی از کجا هست. اینا فهمیدن وقتی یک معلم با ذهن آرام و امو توانمندی اقتصادیش خیالش راحت باشه، قطعا میتونه خیلی به شکل
خوبتر وارد شود سرصنف. و وقتی سرصنف خیلی با خیال راحت وارد میشه با آمادگی کامل، قطعاً دانش آموز بهترین محتویات دریافت میکنه از معلم. و وقتی بهترین محتویات دریافت شد، قطعاً این شخص یک شخص توانمند به بار میاد و این دانش آموزی که امروز متعلم از فردا مدیر جامعه میشه، فردا کارمند یک نهاد دولتی میشه، قطعاً اونجا میتونه بسیار مؤثر واقع شه. و چرا؟ چون از زیر دست یک انسان توانمند، از یک انسانی که هم از لحاظ روانی و هم از لحاظ فکری دارای یک توانمندی بالا و دارای یک روان آرام بوده، مورد توجه قرار گرفته. یک وقتی که یک مدارس یا دانشگاه یک مکتب وقتی که یک پلانی که میگیرن، مدیریت زمان و وقت دانش آموز باید مراعات بکنن تا بتونن در یعنی یک مقدار وقت باز هم برایشان مانده شد و که برایش دوباره بخونن، مطالعه بکنن. به طور مثال ما نظر به سن سال شاگرد وظیفه خانگی داده شود، چون ما بعضی خود متوجه هستیم که وظیفه خانگی به حد اندازه داده میشن که شاگرد تمام روز با همون نوشته کردن و با همی دغدغه‌ای که استاد برشان داده مصروف ازی باشه، دیگه که فرصت دیگری نداره که باز مضمون دیگر بخونه یا او کتاب یا معلومات دیگری رو مطالعه بکنن. کسانی که از لحاظ اقتصادی بالای اونها یک ذره امکانات برش مهیاس خوبتر درس میخونه، اونایی که از لحاظ اقتصادی پایینتر است تلاش میکنن، چون در خانه زمینه ای نیست که اونها زیاتر تشویق شون کار بکنن. نقشی را اینجا پدر و مادر بازی میکنن در قسمت مشکلات دانش آموزا. پس اگر باز والدین اینجا توجه بکنن، میتونن مسئولینی که در مکاتب وجود داره اینا میتونن که تحت یک پروسه دقیق روی ازی عمل بکنن. مثلا در خانه اگر ما شما در نظر داشته باشیم یک دانش آموز ما درس میخونه، اگر مادر و پدر با مشکلات اقتصادی مواجه باشن با هم دعوا بکنن، او دعوای سر روحی از او دانش آموز تاثیر میگذاره. وقتی در مکتب آمد او درس یا آموخته نمیتونه. همیشه زمانی که استاد درس به او تشریح میکنه، جسما داخل صنف است، روحاً با عمو خیال پردازی و جنگ هایی که پدر و مادر در داخل خانه داشتن با مو هستن. پس کوشش ما برای از این باشه که نقشی را که باید پدر و مادر بازی میکنن و دولت زمینه ای را مساعد بکنه که از لحاظ اقتصادی زمینه خوب برای ما فراهم بکنن که تا پدر و مادر ما در خانه دچار مشکلات اقتصادی نشوند و بتانند کسایی که در مکتب میآیند درس بیاموزند. دانش آموزان سرمایه های ارزشمندی برای همه جوامع است و افغانستان برای بیرون رفت از همه این چالش ها و جنگ ها و مصائبی که به آن دچار است، باید زمینه آموزش فراگیر را در سطح کشور برای همه دانش آموزان فراهم کند. کودکان دانش آموز آینده روشن را برای خود ترسیم کرده اند و این وظیفه دولت و سیستم آموزشی کشور و نهادهای زیربط است تا شبانه روز تلاش کنند تا کودکان امروز را برای رسیدن به آینده دلخواهشان یاری نمایند. اما راه بیرون رفت از همه مشکلات چیست؟ چطور می شود که دانش آموزان ما بهتر درس بخوانند و افغانستان بتواند در عرصه های علمی و خودکفایی رشد کند؟ چون ما حقیقتا در دوران 7 تا 14 سالگی که دانش آموز تازه وارد مکتب میشه، حقیقتا ما اینجا داریم برای نظم، شخصیت سازی، مشارکت در اجتماع، پذیرش تفاوت ها، حق قائل شدن بر دیگران، اکرام و احترام کردن در داخل جامعه چگونه وارد شد، همه اینا رو در این سن و سال ببین چه میکنیم، میآموزانیم. هم متاسفانه فامیل ها در این دوران چیکار میکنن؟ پرخاشگری هست متاسفانه. از اونجایی که یک چگونه بگویم فرهنگ ناپسند است، مثلا تفاوت قائل میشن بین دختر و پسر، حالا چون این پسر است، چون بیشتر با موز شاید زندگی بکنه بیشتر تحویلش میگیرن، یا حالا بگویم دختر است میگن حتما میزبان است، یک مدت در ما مثلا مهمان ما هست، اینا میرن. ولی حقیقت نه، اما متاسفانه زمین ساز همه اینا همون تربیت های ناسالم هست که اینجا تنها اگر بگیم حوزه معارف افغانستان به تنهایی میتونه این کارو بکنه، شاید نتونه. در این زمینه طیف علما هم نقش وسیع خود داره که میتونه در زمینه نشر احکام اسلامی و ایزن نهادها و حقوق فعال جامعه مدنی که وجود دارند در داخل جامعه، اینا هم میتونن مؤثر واقع شوند با برنامه‌ریزی های آگاهی دهی در رابطه با حقوق اطفال. قطعا اینا مؤثر واقع میشه، شاید نتونه به کلی فرهنگی ناپسندی که فعلا وجود داره در آن واحد را از بین ببره، اما با مرور زمان میتونه داخل کسرش بکنه، کمشان بکنه این موضوعات. و پرخاشگری در نهادهای معارف متاسفانه اینا هم زمینه ساز همون تربیت های ناپسند است و این به مرور زمان
جزئی از راه برای تربیت شده، اما متاسفانه این را هیچ وقت ما شما نمیتونیم بگیم که خشونت راهی است برای تربیت. البته شاید بعض اوقات زمینه مسائل باشه، اما نه برای همیشه. اگر دانش آموز یک اشتباه عملی را انجام میده، قطعا این را یک جای دیده، قطعا این موضوع یک جای شاید مورد بحث قرار نگرفته که شخص انجام میده. و اگر احیانا این موضوع اتفاق میفته، نباید در آن واحد آنگونه که پرخاشگری ما شما انجام میده یا بعض نهادها این گونه موضوعات انجام میده. و نقشی را که اینجا بازی میکنه، خوبترین و راهی حل برای ما امروز فقط استادی که دانش آموز تربیت میکنه این همی است، چون به خاطر از اینکه هر حرفی که استاد بزنه دانش آموز چی میکنه؟ او را گوش میکنه. وقتی تا صنف 12 را گوش کرد، دانشگاه گوش کرد، تویس اون رقم چی میشه در جامعه بار میه. پس تلاش ما و تلاش کسایی که در راست کار میکنن، در هر راستای کار میکنن، این باشن که بالای دانش آموز سخت سرمایه گذاری بکنن که تا بتونن افغانستان از این مشکلات نجات بدن، در بخش اقتصادی، در بخش تکنولوژی، در بخش در بخش صحی، در بخش زراعتی، حتی در بخش های زراعتی میتونن خوب برنامه ریزی بکنن و میتونن افغانستان سرپای خود ساخت شون. برای بیرون نفت از معضلات یا مشکلات راهکارهای وجود داره که ایره باز هم ابتدا خانواده ها باید مصمم شوند، تصمیم بگیرن این که یک سر مسائل فقر را کنار بگذارن، مسائل تبعیض را کنار بگذارن، مسائل بود و نبود یا بیانگیزگی جامعه را، کوچه و محله و اطراف همسایه خود را کنار بگذارن، برای اینا یک تصمیم نهایی بگیرن تا اینکه یک زمینه حداقل 50% که بتوانن فرزندان یا دلبندانشان را راه آموزشگاه یا راه مکاتب یا مدارس بکنن که در قسمت فراگیری علم دانش برای اینا خوشایند باشد. قصه نبود اقتصاد، نداشتن پول یا حتی بعضی بحث هایی که بین زن و شوهر ایجاد میشن، در بین یا در میان فرزند خود یا اولادهای خود قصه نکنن. ما بارها هم بر والدینها گفتیم که این می کمبود پول پیش روی پسرتان دخترتان قصه نکنیم. دانش آموزان نونهال هر کدام برای رسیدن به آرزوها و اهدافی که برای آینده خود در نظر گرفتند، راهکارهای خاص خود را دارا می باشند. ما پلان دو پلان دارم، یکی که می خواهیم استاد شوم و می خواهیم خبرنگار باشم، و یکی استاد شوم من می خواهیم یک مکتبی را فراهم کنم که ای کسایی که مشکلات مالی دارن و نمیتونن اطفالایشان درس بخوانن، به این مکتب بیاین و درس بخوانن. خب میخوایم در آینده یک دکتر موفق شوم و برای هموطنان بتونم که درست خدمت کنم و مؤسسات عامه مثلا شفاخانه و این چیزا و حتی برنامه های صحتی که مانن، به خاطر که به هموطنان ما که نمیتونن در شفاخانه اونجا حاضر شون، با دیدن برنامه ها به صحت خود چیزایی که مضر است و مفید است از اون مستفید شون. ما میخوایم دوره متوسطه و لیسه را با نمرات بسیار عالی تمام کنم و در امتحان کنکور یک نمره بسیار عالی را کسب نماییم و در پانتون رشته اقتصاد بخش تجارت را بخوانم و می خواهیم یک شخص تاثیرگذار در جامعه باشم. ما برای از اینکه به اهداف خود برسم، باید سعی زیاد کنم و اینکه سختی‌ها را پشت سر بگذارم و هیچ وقت هم از این سختی‌های خود و کوشش‌های خود خسته نشم. ما باید بسیار کوشش‌های خود بکنم تا دوره لیسه را تمام کنم و بعدا در امتحان کنکور یک نمره عالی را کسب کنم تا در این بخش برای ما یک نمره خوب کسب کنم و بعدا در پانتونم باید سعی کوشش بسیار زیاد کنم تا کتابای خود را تمام کرده و یک نمره خوب را بگیرم و بعد از اینکه فارغ شدم باید کتابای خارجی و داخلی را مطالعه نماییم تا که بدانم چگونه کشورهای خارجی اقتصادشان پیشرفت کرده و من بتوانم که اقتصاد افغانستان را پیشرفت بدم. شخصا خودم دارای دو پلان باشم، پلانای دراز مدت، پلانای کوتاه مدت. از جمله پلانای دراز مدت شامل چندین سال بعد میشه و تاثیرگذاری برای ملت کشور میستم. تاثیرگذاری خب شما میدانید، باید درجه علمی باید بالا برم و از نگاه شخصیتی انسان باید
شخصیت مؤثر باید در جامعه خود باشم و این چیزایی است که کلیگ آرزوش دارم و میتونم. پلانای کوتاه مدت از جمله است که دوره لیسه را به اتمام برسانم که بعد از او گرفتن در کنکور درجه عالی و نمره عالی همچنان رسیدن به رشته دل خواهی می باشم و این آرزوی همه گستم. و ما چگونه می توانیم در این آرزوی خود مخصوصا خودم برسیم؟ یکی است ما تلاش میکنیم، یکی تلاش است تلاش هوشمندانه. کسی که تلاش میکنه تنها برای رسیدن به او هدف میخواد به او برسه، ولی کسی که میخواد فراتر از او هدف برسه باید تلاش میکنه، باید تلاش هوشمندانه باشه. و این را ما باید بالای زندگی خود تطبیق بدیم، چون اگر هدفهای بزرگ میخواید باید از امیال ما کوشش کنیم. وظیفه دانش آموزان تنها فراگیری معلومات کتابها و محتوای علمی درس ها نیست، بلکه توجه به رشد شخصیت، شکوفا ساختن استعدادهای نهفته، تقویت روحیه خودباوری، خداباوری و اعتماد به نفس و توجه به دیانت در کنار دانش و فن نیز از وظایف آنان است. دانش آموزان این سرزمین می توانند همزمان با تحصیل بذر باور را در زمین بارور دلها بیفشانند و نهال ایمان را در بوستان جان خود بنشانند تا بعدها پس از فراغت از تحصیل شاهد شکفتن شکوفه‌های صداقت و خلوص و خدمت به شاخسار وجودشان باشند.